خیلی ممنون از همه کسایی که تشریف آوردید. خب درسته، این در واقع موضوعی که من کار کردم که قبلا اصلا به گوشش خورده موضوع رو، مدل مارکوف پنهان رو کی به گوشش خورده استفاده کرد؟ آره شما چون برق هستی، شما باید به گوشتون خورده باشه کامپیوتر. ساختار دوم پروتئین چی؟ شما که قطعاً چیزی نمیدونید، شما میدونید. خب اوکی، پس بعد تقسیم بندی کنم هر دو تا موضوع رو بگم. خب کاری که ما میخوایم انجام بدیم چیه؟ موضوع من یک روشیه مبتنی بر داده کاوی که این قسمتش علوم کامپیوتری هست و حالا آمار و ریاضی، که با استفاده از مدل مارکوف پنهان میاد پیشبینی ساختار دوم پروتئین رو انجام میده که این قسمتش زیستی هستش و حالا بایوتکنولوژی و اینها. حالا این فصل هایی که من بهش پرداختم لازم نمیدونم اینجا بگم، یعنی یه مقداری به پروتئین رو باز کردم، مدلی که میخوام فیت کنم رو باز کردم، یه قسمت دیگه ساختار یعنی زیستی ترش کردم، دی ان ای رو گفتم، آر ان ای رو گفتم، یعنی جزئیات رو رفتم و حالا کارهای آماری و کامپیوتری که مدل رو توصیف کردم، پارامتراش رو برآورد کردم و حالا مشکلاتی که بوده توی حوزه مدل مارکوف پنهان رو حل کردم و در نهایت در فصل چهارم تمامی کارهای محاسباتی رو آوردم و نشون دادم. خب اول یه دید کلی بهتون بدم که اصلا قرار ما چی کار کنیم. ما قراره که از ساختمان اول پروتئین به ساختمان دوم پروتئین برسیم که حالا بهتون میگم اصلا چی هست. ساختمان اولی پروتئین رو اگه به عنوان اولین استپ در نظر بگیریم، آخرین استپی که قراره بهش برسیم ساختمان دوم پروتئین هست که حالا توی این مسیر از مدل مارکوف پنهان استفاده می‌کنیم که بهش می‌پردازیم، از خب قطعاً برای برآورد پارامترها و اینها به مجموعه داده نیاز داریم که این قسمت از مجموعه داده‌های آموزشی استفاده می‌کنیم و حالا مفاهیم داده کاوی که حالا علوم زیستی شاید خیلی ازش ندونه و پارامترها برآورد میشه و اون الگوریتم پیاده سازی میشه و ما به اون ساختمان دوم میرسیم. خب اولش رو من با این شروع میکنم که اصلا چرا ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، یعنی اهمیتی که اون ساختار دوم رو بهش دست پیدا کنیم چیه، هدفش چیه. ببینید اگر ما ساختمان دوم پروتئین رو داشته باشیم، حالا شاید الان براتون مفاهیم گنگ باشه ولی حالا بهش میپردازیم، باعث میشه که حالا کس حال حوزه کاری من نیست، حوزه کاری من کارهای محاسباتی هست، ولی باعث میشه حالا اونایی که تو این زمینه هستن، طراحی دارو، طراحی آنزیم، طراحی پروتئین های جدید، کلا تو علوم پزشکی خیلی کمک بسزایی میکنه. بعد بدونیم که مثلا این پروتئینی که داریم دربارش صحبت میکنیم اگه بد تا بخوره تو بدن و یا حالا مشکلات این چنین داشته باشه تو بافتای عصبی، باعث بیماریایی مثل بیماری آلزایمر و پارکینسون میشه، باز این قسمت زیستی هست. هدف ما اینه که ما بیاییم این فرایند تا خوردن پروتئین، یعنی اون ساختمان دومی که شکل میگیره رو از دیدگاه آماری بررسی کنیم و برای اینکه این کار رو انجام بدیم به ابزارهای یادگیری ماشین نیاز داریم، مثل شبکه عصبی، مدل مارکوف پنهان، ماشین‌های بردار پشتیبان که حالا میگم این قسمت کامپیوتری و ریاضیاتی هست که حالا این با رنگ نارنجی نشون دادم مدل مارکوف پنهان اون مدلی هستش که ما انتخاب کردیم. خیلی خب اول باید بدونیم پروتئین چیه. پروتئین به معنی اولیه یا مکان اوله و پروتئین ترکیبی از، من اینا رو اول دارم مفاهیم ابتدایی رو میگم که بعد وارد حالا اون عملیاتی بشیم. پروتئین ها ترکیب 20 نوع اسید آمینن، 20 نوع اسید آمینه کنار هم قرار گرفته میشن و زنجیره های طولانی تر رو تشکیل میدن. حالا من شاید به عنوان کسی که حالا ریاضیاتی هستم شاید اینو خیلی ابتدایی توضیح بدم، ولی در همین حد کافیه بدونیم، حالا اونایی که نمیدونن، برای اونایی که نمیدونن دارم میگم. بعد این زنجیری که داریم درباره صحبت میکنیم که 20 نوع اسید آمینه هست، طولش از 30 شروع میشه حالا تا 30,000 تا اسید آمینه و یه چنین شکلی رو توی حالا کاغذ روی فضای اینجوری یه چنین شکل رو میتونیم در نظر بگیم که اونهایی که در واقع اینجوری به هم دیگه کنار هم قرار گرفتن اسیدهای آمینه هستن که همینجوری که میبینید طولش خیلی زیاد میشه و در واقع با اینها ما کار داریم. حالا ساختارش چیه؟ این الان یه دونه از اون در واقع اسیدهای آمین است. خب ساختارش چنین شکل داره،
یه گروه حالا یه عامل بازی داره، یه عامل اسیدی، عامل اسیدی داره، یه عامل بازی داره که حالا اینا بیشتر تو قسمت شیمیاییشه در واقع، که حالا یه گروه کربوکسیل داره، یه کربوکسیل داره، یه دونه NH2 داره که حالا خیلی با این کار نداریم، و این گروه R باعث میشه اون 20 نوع اسید آمینه شکل بگیره. انواع اسید آمینه، پس ما با این 20 نوع اسید آمینه رشته هایی حالا متفاوت تشکیل میدیم، یعنی هرچی هست از این نشأت میگیره. حالا ساختمان پروتئین که میگیم ساختمان اول ساختمان دوم چیه؟ ساختمان اول پروتئین ساده ترین سطح توصیف و معرفی پروتئینه که این اسیدهای آمینه‌ای که گفتم توسط پیوند پپتیدی به هم دیگه پیوند می‌خورن. حالا پیوند پپتیدی، حالا اگه بخوای ساختارشو نگاه کنید، همون توی شکل گروه پیوند شیمیایی که برین گروه کربوکسیله و با نیتروژن اسید آمینه‌ای دیگه. حالا خیلی اینا مهم نیستش که نخواستیم بارم توسط فردریک سانگر کشف شد. و حالا میگم این ساختمان اولی که ازش صحبت میکنیم اینه، یعنی ما تو واقعیت این رو میبینیم، ولی ما قراره این رو تو فضا ببینیم، توی یعنی پیچ و تاب هایی که تو فضا خورده میشه، یعنی اونو میخوایم بهش برسیم. این اطلاعات خوبی به ما نمیده. این ساختمان اول. ساختمان دوم، علاوه بر این نحوه اتصال اسیدهای آمینه‌ای که دیدیم، یه فرم و نظمی میگیره توی حین تا شدگی و به همین سادگی که تو شکل قبل دیدیم نیستش. یه سری پیوندهای دیگه میان، پیوندهای هیدروژنی و اینها، که ساختمان دوم رو به سه تا ساختمان دوم اصلی تبدیل میکنن که بهش میگیم مارپیچ آلفا، آلفا هلیکس، صفحه بتا، بتا شیت و پیچ بتا یا چنبره. پس سه نوع ساختار ساختمان دوم داریم که حالا در PDB PDB یک سایت پروتئین دیتا بانک هست، یعنی تمام این رشته ها یک سری کد دارن که سرچ میکنی و اون رشته ها رو در واقع ازش میگیری به عنوان داده، که حالا من بعدا بهش میپردازم که چجوری این داده ها رو انتخاب کردم، سلکت کردم. حالا 7 نوع ساختمان در نظر گرفته، یه سری ویژگی های جزئی رو هم در نظر گرفته. در واقع ساختمان دوم چیه؟ یه پلیه بین ساختمان اول که همین که رو کاغذ و قلم خودکار میگیم تو ذهن انسانه در واقع، و اون ساختمان سومی که در واقعیت بدن هر کسی هست. پس ساختمان دوم یه ساختمان شسته رفته تر از ساختمان سومه که بین، یعنی واسطه بین ساختمان اول و ساختمان دومه. همونجوری که تو شکل ببینیم، مثلا ساختمان دوم یعنی اون شکلی که دیدید رو کاغذ و اینها به این شکل در میاد، یعنی تو واقعیت یه چنین شکلی داره که اون که تو رنگ توسی رنگ که پیچیده مارپیچ آلفاه و این صفحه بتاه که حالا بر اساس نحوه این پیوندهایی که برقرار شده این شکل رو گرفته، و حالا اینم ساختار نحوه اتصالشون و پیوندهاشون هست و اینا که حالا ما لازم نمیدونیم که به این بپردازیم. ساختمان سوم هم همونطور که گفتم حالت سه بعدیه که پیچش های بیشتری داره و حالا تا خوردگی های بیشتری داره و به شکل کروی در میاد، که در واقع به این شکل باز اون قسمت که حالا مار پیچ هست آلفا هست و اون قسمت هایی که موازی هست بتا هستش. میگم ساختمان سوم پیچیده تر، علاوه بر پیوند های هیدروژنی، پیوند های مثل پیوند یونی هم درش هست. ساختمان چهارم، ما الان داریم حرف از یک رشته میزنیم. توی ساختمان چهارم چندین تا در واقع رشته میبینید، چندین تا رشته، اینا همه رشته های مثلا یه پروتئین، شما تصور کنید چندین تا گره هم قرار میگیرن و ساختمان چهارم ازش یاد میکنیم، که خیلی حالا باز رو این فضا کار انجام نمیشه، فقط برای اینکه یه شهود بهتری بده. به طور خلاصه اگه ما ساختمان اول رو حروف الفبا بگیریم، ساختمان دوم مثل کلمات میمونن، ساختمان سوم مثل جملات میمونن و ساختمان چهارم مثل پاراگراف ها میمونن. این حالا یه چیزی هستش که همینجوری کامل و کاملتر میشه، ولی ما قراره چیکار کنیم؟ از مثلا الفابت به ورد برسیم، یه چیز اینجوری، یعنی از ساختمان اول به ساختمان دوم. اینا رو حالا یه سری ازش میگم که چجوری اصلا پروتئین پیدایش شده، دی ان ای به آر ان ای و آر ان ای به پروتئین. اصلا میخوام ببینم خودمون پروتئینه چجوری شکل گرفته، اینو سریع بهش میگم. اینو قطعا زیستی‌ها خیلی بهتر از من میدونن، این چیزه حالا پیش پا افتاده ایه، ولی حالا این در واقع رشته دی ان ای هستش که اونها پایه‌های نوکلئوتیدی هستن که دو به دو جفت میشن و اونها در واقع جفت جی سی هست، جفت ای تی و همین شکل.
و میخوام ببینم اصلا پروتئین چجوری شکل گرفته. دی ان ای که این هست به آر ان ای تبدیل میشه طی فرایندی و آر ان ای به پروتئین تبدیل میشه. دی ان ای همونجوری که تو اون شکل وسط میبینید داخل هسته قرار داره و حالا توی یک محفظه‌ای به اسم کروموزوم و حالا اینها به این شکل هستش. دی ان ای حالا چه اتفاقی میفته؟ دی ان ای رو حالا گفتین همون یه چند شمایی داشته باشید. آر ان ای هم تفاوتش این هستش که دی ان ای دورشته‌ای بود. آر ان ای یک تک رشته‌ای هستش و درون همون تک رشته این پیچش ها انجام میشه و پایه در واقع یو ظاهر میشه به جای تی. تفاوتش اینه. حالا باز اینا رو من سریع میذارم چون خیلی مهم نمیدونم تو کار ما، فقط میخوام ببینیم پروتئین از کجا اومده. دی ان ای رو نگاه کنید دورشته‌ای هست، آر ان ای تک رشته‌ای هست و پایه ها رو هم میبینید که تنها تفاوتشون اینه که پایه تی به یو تبدیل شده. دی ان ای الان شکل رو نشون میدم. دی ان ای طی فرایندی به اسم رونویسی به آر ان ای تبدیل میشه و آر ان ای هم طی فرایندی به اسم ترجمه به پروتئین تبدیل میشه. اینو فرایندی هستش که داخل سلول انجام میشه و ما تازه به این رسیدیم. این چی بود؟ ساختمان اول تازه بود که فقط ما یه سری اسیدهای اینا اسیدهای آمینه، یه سری اسیدهای آمینه رو می‌دیدیم که کنار هم قرار می‌گیرن و حالا چیزی که ما تصوراتمون هستش که اینه یه چنین شکلیه، ولی در واقع اینها پیچ و تاب می‌خورن تو فضا و پروتئین واقعی اون هست و ما قراره کلا کاری که انجام می‌دیم اینه که از این برسیم به اون ساختمان دوم و حالا ساختار سه‌بعدی و اینها که اون فرآیندی که گفتم داخل سلول انجام میشه. دی ان ای به آر ان ای طی فرآیند رونویسی آر ان ای تشکیل میشه داخل سلول و به سیتوپلاسم برده میشه و پروتئین در واقع توی فضایی به اسم سیتوپلاسم و اینها تشکیل میشه. حالا پروتئین رو یه ذره ازش بدونیم چیه، رشد و نگهداری، این چیزایی که حالا تو دبیرستان خوندیم شاید یادمون رفته باشه، بروز واکنش‌های شیمیایی، پیام رسانی، فراهم کننده ساختار، حفظ پهاش مناسب و فراهم کننده انرژی هستش که حالا همونطور که می‌بینیم ورزشکارا یا افرادی که جراحت دیدن و یا خانم‌های باردار به پروتئین بیشتر نیاز دارن، چون که پروتئین در واقع زمانی که بدن به مواد مغذی نیاز داره و در حالت بحرانی بدن هست این پروتئین اون نیاز انسان رو برطرف میکنه. حالا این از چیزهای کلیش بود که میخواستیم بگیم که اصلا پروتئین چیه، یک دیدی داشته باشه. بایوانفورماتیک به طور کلی از سه تا علم پایه و اساسی تشکیل شده، یکی علوم آماری، بیولوژی و علوم کامپیوتر. بایوانفورماتیک علم سازماندهی، آنالیز، استخراج و تفسیر اطلاعات از دنباله ها و مولکول های زیستیه. یعنی فرقش شاید بشه گفت توی آمار ما یه عدد ببینیم میگیم اوکی این الان داره سود رو نشون میده، ضرر نشون میده، ولی توی این حوزه که حالا حداقل من کار میکنم با توالی داده ها سر کنم، یعنی داده من اون یه رشته ای بود که نشون دادم، اون یه دادم بود تازه، یعنی یک رشته از پروتئین، اون یه دونه داده من بود. بر همین میگیم دنباله ها و مولکول های زیستی رو تفسیر میکنیم چون داده هامون اونها هستن. و حالا اینها مفاهیمی هستش که باید، یعنی مستلزم این هستن که حتما اینا رو بدونیم چی به چیه و یه از یک فرایند این شکلی باید بگذاریم، یعنی فرایند اکتشاف دانش از پایگاه داده، یعنی دیتایی که خامه همون رشته ها که هیچ اطلاعاتی نداره، ما اولی تارگت دیتا یه دیتایی رو سلکت کنیم که به دردمون بخوره. مثلا داده های من توی پروتئین دیتا بانک حتما برید، خیلی سایت جالبیه، هزاران هزار دنباله زیستی وجود داره توش. خب قطعا تو نمیتونی یه سمپل سطحی بگیری بگی اوکی این داده منه، من میخوام با این کار کنم و اوکی کارم شروع کنم، قطعا به نتیجه نمیرسی، باید داده تو تارگت کنیم. مثلا داده من حالا بهش بعدا میپردازیم اینه که از یک خانواده مشخص گرفته شد. حالا خانواده مشخص چیه؟ اینا تعریف های زیستی داره، یعنی چه میدونم جدشون یا حالا فامیلیشون به اصطلاح یکی باشه، که حالا من خیلی تو این حوزه نرفتم، فقط میدونم که در همین حد از یک منشأ خاصی اومده. این مثلا این هدف رو انتخاب کردنه. میگم کار با دنباله های پروتئین فوق العاده سخته، یعنی باید قطعا یک متخصص زیستم نه پروتئین صرفا کنارت باشه و بهت بگه چی کار کن، مثلا چجوری داده ها رو انتخاب کن، که تازه تو بخوای این مراحل رو شروع کنی و
دادت رو ترانسفورم کنی، مثلا همینجوری میتونم با دادم کار کنم. بعد یه ذره شوسه رفتش کنم، میگم تو پروتئین دیتا بانک 7 تا کلاس طبقه بندی کرده، که خب کار ما که کلاسیفیکیشن هست، یعنی طبقه بندی هست، 7 تا کلاس زیاده براش. اومدم مثلا 3 تا کلاسش کردم یا 4 تا کلاسش کردم. یه ترانسفورمیشن های اینجوری نیاز داره. و دیتا ماینینگ که داده کاوی هست، در اینجا ابزار داده کاوی ما مدل مارکوف پنهان، که اینم الان بهش میپردازیم، یعنی اون ابزاری که میخواد پترن ازش بکشیم بیرون، ما میخوایم یه رابطه ای بکشیم بیرون از این در واقع داده هایی که داریم. و در نهایت هم به اون نالجه میرسیم، یعنی از یه چیز خام که توی سایت ها موجوده و میگم اوپن هم هست، یعنی اوکی مجانیه و میتونید دسترسی راحت بهش پیدا کنید، چون بالا بردن دقت اندازه گیری، دقت پیشگویی اینها انقدر با اهمیته، یعنی 1% شما اگه بتونید دقت پیشگویی رو بالا ببرید خیلی کمکه به سزایی میکنید توی حالا علوم دارویی، علوم پزشکی، و خیلی مهمه. خیلی من میگم توی این زمینه حدود یه سال کار کردم و واقعا دنیای جالبیه و خیلی قابل پیشرفت، یعنی شما هر چقدر رو این زمینه کار کنید حالا ادامه خواهد داشت. داده کاوی که حالا ما میگیمش معنی، یعنی توی حالا مقالات مختلف اسمای مختلفی ازش یاد کردن: استخراج دانش، کشف اطلاعات، برداشت اطلاعات، پردازش الگوی داده ها و اینها. که ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما در واقع یادگیری ماشین، تلفیق یادگیری ماشین مهمیم. یادی حالا نمیدونم شما چقدر با یادگیری ماشین آشنایت دارید، ولی یادگیری ماشین اینه که بیای یه رابطه معنادار از یک سری اطلاعات نامعلوم از داده های بزرگ، بیگ دیتا اصطلاحاً، پیدا کنی و حالا تلفیق کنی روش های سنتی که وجود داشته و با روش آمار و یادگیری ماشین، و بتونی دو تا هدف اصلی داره، یکی توصیف، یکی پیشگویی. توصیف حوزه آمار توصیفی هستش که تو خیلی از شرکت‌ها انجام میدن، یه اکسلی میکشن، یه خروجی میدن و میگن اوکی شرکت اینجوریه، داره ورشکسته میشه حالا تو زمینه بیزنس. ولی پیشگویی خیلی اهمیتش بیشتره و کاری که ما انجام میدیم پیشگوییه، یعنی میخوایم از ساختمان اول ساختمان دوم رو پیشگویی کنیم با یه درصد بالایی. هدفی که دنبال میکنیم پیشگوییه و حالا داده کاوی یا طبقه بندی میکنه یا خوشه بندی میکنه یا خلاصه سازی میکنه، از اینها استفاده میکنه. اونایی که من زیرش خط کشیدم کاری هستش که در واقع ما انجام میدیم، طبقه بندی میکنیم، پیشگویی میکنیم و از الگوریتم مدل مارکوف، هید مارکوف مدل ها استفاده میکنیم. طبقه بندی اینه که ما داده ها رو مثلا فکر کنید همین چیزی که میگم ساختمان اول پروتئین رو میخوایم به یکی از این 3 تا یا 4 تا طبقه که ساختمان دومی که گفتم ارجاع بدیم، یعنی بگیم اوکی من از این داده هام یاد گرفتم، پارامترها رو برآورد کردم، حالا کارهای کامپیوتری میام در نهایت میگم اوکی فلان اسید آمینه مال فلان ساختمان دوم پروتئین هستش، که حالا اینو با بیشتر براتون روشن میکنم. کلا تو داده کاوی باید این کار این کارها انجام میشه توش. اینه که مدل رو باید مدل رو در بیاریم، بگیم مدل چی هست که میخواد داده ها فیت بشه، معیار برتری مدل چی هست و حالا الگوریتمی که ما پیاده سازی میکنیم برای اینکه پارامترها رو پیدا کنیم و به اون پیشگویی برسیم. خب مدل مارکوف پنهان چیه؟ یه تاریخچه ازش میگیم. مدل مارکوف پنهان در سال 1966 توسط بام و همکارانش پیشنهاد شد. به طور کلی در مدل مارکوف پنهان با دو رشته داده سر و کار داریم. یک رشته ای که ازش تحت عنوان توالی مشاهدات یاد میکنیم، یعنی توالی که ما میبینیم، یعنی همون ساختمان اوله که ما رو کاغذ میبینیم، و توالی وضعیت های پنهان که ما نمیبینیم، پنهان هم برای ما و قرار ما پیشگویی انجام بدیم و به اونها دست پیدا کنیم. پس با دو تا رشته سر و کار داریم. کاربرد ها رو حالا تو حوزه های دیگه هم بهتون میگم. تشخیص گفتار شنیدید؟ ببینید علم سخن با کامپیوتره. تو خیلی از دستگاه‌هامون هم شاید داشته باشیم، توی من حالا دارم توی گوشیم، که علم سخن با کامپیوتره زبان گفتاری رو به نوشتار تبدیل می‌کنه. توی تمام اینها مدلی که استفاده میشه و فیت میشه که این کار رو انجام بده مدل مارکوف پنهان. مشاهدات چیه اینجا؟ مشاهدات اون آوا و صدایی هستش که اون دیوایس میشنوه
و اون وضعیت پنهان چیه که اون کلمه رو بهت بگه، حالا یا به صورت تکست حالا یا اون باز دوباره بگه. این کار رو بهش میگن، در واقع داریم یه پیشگویی انجام میدیم دیگه، واج رو بهش میدیم و حالا یک نوشتاری میگیم. تشخیص تصویر هم همینطور به همین شکل، تشخیص دست نوشته، یعنی فکر کنم کامپیوتر قطعا خیلی دیدیم دیگه، یه سری نوشته هایی می نویسن که باید حالا پیشگویی کنه که آیا این وای دبلیو، یعنی باید یه چیزایی براش تعریف کنیم که اینها باز کامپیوتری تره دیگه، اصلا بایوانفورماتیک اینا نیست، اینا کاملا کاربردهایی که توی رشته کامپیوتر هست. و حالا این مورد آخر کار ما هست، تجزیه و آنالیز توالی های زیستی مثل دی ان ای و پروتئین. میبینید کلا اینجا هم همه با رشته سر و کار داریم، دی ان ای رشته است، پروتئین رشته است. و حالا توی این حوزه توالی مشاهداتت همون اسیدهای آمینه هست که گفتم، ساختمان اول پروتئین، توالی وضعیت‌های پنهان همون توالی ساختمان دومیه که ما هنوز نمی‌بینیمش و قراره در واقع بگیم که پیشگویی کنیمش. کاربردهای دیگه هم که داره توی مدل مارکوف پنهان، توی روانشناسی، توی تحقیقات علمی که رو خواب انجام شده، علوم اقتصادی و اینها، که حالا مثلا تو تحقیقات علمی که رو خواب انجام شده، خب این برای من جالب بود. مثلا خب ما سه تا مرحله اصلی خواب داریم دیگه، خواب عمیق، خواب رم و هوشیاری. توی هر کدوم از این مراحل یه سیگنالی رو مغز ساطع میکنه، یعنی در واقع اگر نوار مغزی رو بگیری، نوار مغزی این سه تا مرحله کاملا با هم متفاوت. پس چیزی که میبینیم اون سیگنال ها هستش و ما قراره بگیم اوکی الان اگه فلان شکل رو داشت با احتمال 50% فرد هوشیاره یا تو خواب رمه یا فلانه، یعنی در واقع این رو پیشگویی میکنه که تو چه مرحله از خواب هستش. این حالا یه مثال خیلی ساده بود. مدل مارکوف پنهان ساخته شده، همونجوری که گفتم، ساخته شده توسط دو دنباله از متغیرهای تصادفی که حالا یه ذره فرمولی ترش میکنیم. توالی مشاهدات که x1 تا xn هستن، یعنی هر جا توی اینجا تو فرمول ها x دیدیم بدونین که توالی مشاهداته. و توالی وضعیت های پنهان که با پای نشون میدم، پای 1 تا پای n، یعنی هر کدوم از اون چیزها رو با x1 هر کدوم از اون اسیدهای آمینه رو نشون میدم. توالی وضعیت های پنهانمون هم توالی ساختمان های دوم هستن. نمیدونم چقدر با مدل مارکوف پنهان آشنایی، مدل مارکوف هستن، پنهانشو ول کنید. با مدل مارکوف کلن اینجوری بیان میشه که ببینید مارکوف چین یک زنجیره که به مراحل قبلش وابسته است. ببینید به این میگن، به شکل بالا میگن مارکوف مرتبه اول. چرا؟ چون هر حالت فقط به یک قدم قبل از خودش بستگی داره. مارکوف مرتبه دوم نه تنها به حالت قبلش بستگی داره، حالا این که دیگه حالت قبلتری نداره، نه تنها به حالت قبلش بستگی داره، بلکه به دو تا حالت قبلش هم بستگی داره. یعنی الان برای این اسید آمینه اگه فرض کنید، مهمه که اسید آمینه قبلش و قبلش چی باشه. خب ولی مارکوفی که ما استفاده می‌کنیم مارکوف مرتبه اوله. میگم باز جای کار داره که من میگم میتونی مثلا یه بار این مدل رو فیت کنی، یعنی بگی دو تا مرحله قبلش بستگی داری. یعنی شما باید داریم، ما کاری که داریم انجام میدیم اینجوری هستش که ببینیم خدا داره چی کار میکنه. واقعا جدی میگم، یعنی داریم میبینیم اینا رو چه جوری کنار هم چیده. واقعا اینا همه الگو دارن، یعنی الکی نیستن و شاید دقت این بیشتر باشه. یعنی واقعا شاید جوری تنظیم کرده که به دو تا مرحله قبل بستگی داشته باشه که ما حالا خودمون داریم میکشیم تا بفهمیم چی بگرد. بعد توالی اسیدهای آمینه که ما ازش یاد ببینیم، شمای کلی مدلمون این شکلیه. اون پایه‌ای که نشون میدم ساختمان دومه، همونی که قرار ما بهش برسیم و پنهانه و همونطور که میبینید حالت چی داره؟ حالت مارکوف مرتبه اول داره، هر مرحله به مرحله قبلش بسید. این مدل رو تا آخر اسلایدها باید تو ذهنتون باشه. این ردیف پایین که x1 تا x0 هست، همون اسیدهای آمینه هستن که مستقل از هم هست. باز دوباره میتونیم اینا رو وابستن بگیریم، ولی میگم تو مدل ما این رو فیت کردیم، نتیجه که میخواستیم رو گرفتیم. یعنی فرضمون اینه که این اسیدهای آمینه به هم دیگه ارتباطی ندارن، مستقلن و ساختمان دوماشون به یه مرحله قبلش وابسته است. که حالا همینجوری گفتم توالی ساختمان‌های دوم، توالی یعنی همون دنباله دیگه، اینم توالی اسیدهای آمینه. توی کاری که ما انجام میدیم،
توالی مشاهداتمون گفتیم 20 نوع اسید آمین است، یعنی 20 نوع مشاهده داریم که حالا اسمای مختلفی دارن، آلانین و اینها انواع اسیدهای آمینه هستن که حالا اینها رو با حروف اولشون، یعنی حالا می‌خوایم داده بگیریم، اینا رو با حروف انگلیسی کدگذاری کردیم و استفاده کردیم و از 20 نوع حروف انگلیسی برای مشاهدات استفاده کردیم. و توالی وضعیت، یعنی اینی که من میگم، یعنی این در واقع ردیف دوم X1 تا XL‌مون یک ترتیبی از این 20 نوع توالی مشاهدات هست و از این 20 نوع حروف انگلیسی و اون قسمت بالای شکل که مارکوف ما هست و پنهانه و قرار ما پیشگویی کنیم H و S و T و X هستش که حالا همون شیت و همون که گفتم پیچ مار پیچ آلفا و اینها که حالا باش اینا رو با جزئیات می‌پردازیم. پس 20 نوع برای توالی مشاهده و 4 نوع وضعیت پنهان که H نماد هلیکس هست، یعنی مار پیچ، یعنی می‌خوای ببینیم اوکی اگه یه چیزی آلانین بود تو فضا چه شکلیه، پیچ خورده یا شیت یا ترنه. توی داده هایی که داریم X چیه؟ پس این سه تا اصلی، سه تا حالت اصلی بودن، هلیکس، مارپیچ، شیت حالا به صورت موازی هستش، ترن هم هر حالتی که H و S نبود رو بهش میگن ترن، حالا اینجوری توی تعاریف هستش. X هم یک ساختمانی هستش که آن ناونه، یعنی هیچ کدوم از اینها، هیچ کدوم از این ساختار رو شامل، شبیه هیچ کدوم از اینا نیستش. یعنی تو همین پروتئین دیتا بانک که میرید قشنگ همه اینها مشخص نیست. هدفمون رو باز فراموش نکنیم، پیش بینی ساختمان دوم پروتئین. پارامترامون چیه که ما دنبالشیم برآورد کنیم؟ ببینید همونطوری که گفتم این شکل شمای کلی پارامترامون رو نشون میده. ببینید 4 تا پارامتر اولیه داریم، یعنی ببینیم که 4 تا پارامتر اولیه یعنی چی. ما گفتیم H و S و T و X اون ساختمان های دوم بودن. ما میخواییم ببینیم سر دنباله که میخواد مارکوف رو شروع کنه با چی شروع میشه. اون 4 تا پارامتر احتمال اولیه، مثلا من میام تو دنباله هام نگاه میکنم، مثلا من 120 تا رشته در آوردم از پروتئین دیتا بانک، میبینم تو این 120 تا چند تاش مثلا اول دنبالش با H شروع شده، اول دنبالش با S شروع شده. حالا اینا رو برآورد میکنی، یعنی یه کار کاملا معمولی و چیز. این پارامتر احتمال انتقال اولی خیلی راحت از داده ها به دست میاد. ولی 16 تا پارامتر احتمال انتقال داریم که میخواد بگه که اوکی الان اون فلشایی که میبینید چی رو داره نشون میده از H به S از S. این 16 تا پارامتر احتمال انتقالای بینشه، یعنی فلش ها رو اگه بشمرید احتمال انتقالا رو میده، 16 تا رو میده. یعنی چی؟ یعنی که اگه اوکی من وضعیتم S بود چقدر احتمال داره بعدی S باشه، S به S، S به H، S به T و S به X. اینا حالا بهتون میگم چجوری به دست میاد، فقط میخوام بدونید که پارامترها چی هست، چی ها باید برآورد بشه تو مدلم. که نگاه کنید حالا پس 4 تا پارامتر باید برآورد بشه برای اینکه ببینیم سر دنباله چجوری شروع میشه، 16 تا پارامتر برای احتمال انتقالا و اینجا یه 20 تا پارامتر هم هر کدوم از اینا دارن، یعنی هر کدوم از این ساختمان های پنهان همونطور که تو شکل دیدیم. بذارید یه بار بیارم. خواهیم ببینیم هر کدوم از اونا با چه احتمالی اسید آمینه رو منتشر کردن. گفتیم اسید آمینه ها 20 تا، یعنی چه جوری میشه، یعنی مثلا HMO یا آ ازش سات اسید آمینه آ رو به وجود میاره یا اسید آمینه C و همینطور میره تا Y که 20 تا اسید که 20 تا اسید آمینه بودن. پس 80 تا پارامتر هم احتمال انتشار داریم، یعنی H اسید آمینه آ رو بده، H اسید آمینه C رو بده، 20 تا اون X اسید آمینه آ و همیشه 20 تا این 20 تا این 20 تا این 80 تا پارامتر هم که بهش میگن پارامتر احتمال انتشار، چون منتشر شده از اون وضعیت های پنهان. اینا پارامترامون هست. در مجموع ما 100 تا پارامتر رو باید برآورد کنیم. خب پس پارامتر مدل ما حالا همینایی که دقیقا گفتم و به زبان ریاضی دارم میگم. T که ترانزیشن هست احتمال انتقاله، آی کائل یعنی چی؟ یعنی احتمال انتقال از وضعیت K به L. ببینید
اون فرمول ریاضی که x آی منهای یک مساوی کا x آی مساوی ال یعنی چی؟ یعنی از وضعیت کا به ال بریم، احتمال اینکه از وضعیت کا یعنی آی منهای یک یعنی قبلیه کا باشه به ال بریم، این احتمال رو به دست میاره. دقیقا همینایی که گفتم رو اون 16 تا پارامتر اینجوری برآورد میشه و احتمال انتشار همه هم به همین شکل، یعنی چقدر احتمال داره. میگم اون شکل رو یادتون باشه که وضعیت ها اینجوری مارکوفی بودن و یه سری چیزها ازش ساطع میشد. احتمال انتشار این یعنی چی؟ یعنی کا بی رو منتشر کنه، کا که بالاه، بی که انتشار یافته رو منتشر کنه. ناکای پی آی وضعیت کا، ایکس آی مشاهده بیه. این هم باز دوباره در واقع همون فرمولش هست و پارامترهای همون اولیه که بهتون گفتم. یعنی اون الان باز دوره یعنی فرمولش ترس نهاد آدم واقعا نهاد به ترس، چیز خاصی نمیگه، داره میگه احتمال این که پی یکمون کا باشه، یعنی وضعیت اولیه کا باشه. کا چیه؟ یک، اولیه یک باشه، اولیه دو باشه، چهار ایکس و اس و تی اچ بودن دیگه، یکی از اونا سال با عدد گفت. این پارامتر هست. پس بردار پارامتر همون یه بردار این شکلی هست که ما ازش اینجوری استفاده می کنیم. تتامون تی و آی و ایه. تی همون ترانزیشنمونه، همون مدل مارکوفمون که به هم دیگه جهش پیدا می کنه، ترانزیشنمونه. آی اینیشیالمون یا همون اولیه‌مونه، سر دو مالی که درباره صحبت کردیم. و ای اویژن همون انتشارایی که به پای میشه. مسائل مورد علاقمون تو مدل مارکوف بنا اینه که پارامترهای مدل رو برآورد کنیم، حالا با استفاده از برآورد ماکسیموم درست نمایی که حالا نمیدونم شنیدی یا نه، ولی این روشی هستش که برای برآورد پارامترها خیلی استفاده میشه و به این شکل. خب این ساده ترین روشه دیگه برای برآورد پارامترها دیگه. یعنی اون الان آی کاله میاد میگه احتمال این که وضعیت اولیه کا باشه، مثلا کا رو فرض کنید ایکس باشه، از ایکس به ایکس چقدر احتمال داره اتفاق بیفته توی این رشته. میاد چیکار میکنه؟ آی بزرگ تعداد رو نشون میده، تعداد جهش هایی که از ایکس به ایکس هست به کلش. ببین انگار داره یک جورایی میانگین میگیره. یه کابی هم همین شکل، یه بزرگ کابی تعداد انتشارات رو نشون میده به طور کلش و این برآورد میشه، که البته این برآورد خوبی نیست و اوورفیتینگ زیادی داره. حالا بهتون میگم اوورفیتینگ و اینها مشکلاتش چجوری حل میشه. یعنی میدونی اوورفیتینگ یعنی چه؟ یعنی صرفا به اون داده های خاصمون مربوط میشه. یعنی ما اگر یک داده دیگه روی مجموعه داده های دیگه همین کار رو انجام بدیم جواب خوب بهمون نمیده. بر همین حالا این مشکلات رو حل میکنیم. بعد یه چیز دیگه که مورد علاقمون هست اینه که ببینیم آقا چقدر احتمال داره ما مثلا این توالی رو در نظر بگیرید، مثلا حالا دیده نمیشه ولی مثلا فرض کنید حروف انگلیسی که گفتم 29 حروف انگلیسی کنار هم قرار میگه، خب ببینید چقدر احتمال داره ما اون رشته رو اصلا ببینیم تو دنیای واقعی. این احتمال رو باید بتونیم به دست بیاریم، حالا از فرمول ها و مسائلی که هستش باید بتونیم به دست بیاریم، که حالا اون قسمت داخلش به این شکل وا میشه که حالا لازم نیست بهش بپردازیم. بعد یعنی این احتمال میخوام ببینیم یک چنین چیزی رو، یک چنین دنباله مشاهداتی رو چقدر احتمال داره که ما ببینیم یک چنین دنباله ای رو، دنباله ای از اسیدهای آمینه، اسیدهای آمینه ساختمان دو. و پس این رو میخوایم به دست بیاریم، ببینیم چقدر احتمال داره اصلا این رو ببینیم. و قسمت بالای شکل یعنی کشف اون محتمل ترین مسیر پنهان، یعنی مدل مارکوف پنهان اینجا معنی پیدا میکنه که اون آرگمکس میاد میگه که چه ساختمان دومی در واقع اون مسیر رو محتمل تر میکنه، اون احتمال، اون بیشترین احتمال رو میده. ببینید این رو در واقع میخوایم ببینیم که این اون پیشگویی است که انجام میدیم درباره صحبت میکنیم، اینه که آقا به ما یه چنین دنباله‌ای بدن بگیم که اوکی من بگم که با یه سری فرمول ها یه سری کارهایی که کردم ساختمان دوم این مربوط به این اسید آمینه هستش. مشکلاتی که HMM تو هر مقاله‌ای بخونید، اصلا هیدر مارکوف مدل‌ها رو بررسی کنید، سه تا مسئله بزرگ وجود داره برای مدل هیدر مارکوف مدل. یکی مسئله یادگیری هستش، یکی مسئله رمزگشایی و یکی مسئله ارزیابی.
مسئله ارتیابی که حالا همون مشکلات محاسباتی که هست وجود داره. خب ببینید، ما الان داریم درباره رشته هایی با طول خیلی زیاد صحبت میکنیم، یعنی کاری نیستش که بشه دستی انجام داد یا بشه در واقع دستی این احتمالات رو به دست آورد و اینها. این مشکل محاسباتی خیلی طول میکشه، حالا میتونید امتحان کنید روی کاغذ، حتی برای مقادیر خیلی کمی هم که بیدید امتحان کنید خیلی زمان بره. مشکل رمزگشایی، یعنی همون محتمل ترین مسیر رو بخوایم به دست بیاریم، باز خیلی کار سختیه. و حالا هم برآورد پارامترایی که بهتون گفتم یه حالت میانگین گیری داره، اونم خیلی کار سختیه. ببینید مثلا من الان همین مشکلی رو که بهتون گفته بودم، اگه این تا وضعیت داشته باشیم، طول دنبالمون هم ال باشه، نیاز داریم یه چیزی هلوش ان به توان ال محاسبه کنیم. چرا؟ چون 4 تا وضعیت ساختمان دوم داریم، هر کدوم از اینا مثلا طول دنبالم هم 32 اگه باشه، طول دنبالم 32 باشه، هر کدوم از اینا 4 تا ساختمان دوم میتونن داشته باشن، 4 نوع ساختمان دوم مختلف که حالا این قانون ضرب و اینا 4 به توان 32 حالت میشه داشته باشه، که خب ببینید چه عدد بزرگی میشه. برای همین حالا این مشکلاتی هستش که باید حل بکنیم، یعنی ما این مشکلات رو حل کنیم به اون ساختمان دوم تازه برسیم. راهایی که وجود داره، یه سری الگوریتما معرفی شده، مثلا برای مشکل ارزیابی الگوریتم پیشرو پسرو معرفی شده که حالا میان متغیر پیشرو رو به این شکل تعریف میکنه. من دوست دارم بیشتر خروجی ها رو نشون بدم، چون اینا خیلی کار، یعنی فرمول های زمان بریه اثباتش، اینها مثلا واقعا خیلی زمان بره، اینا رو ازش میگذریم. ولی بدونید که حالا به گوشتون حداقل خورده باشه که این مشکلاتش توسط الگوریتم پیش رو پس رو حل میشه، مشکل همون محاسباتش. میاد یه سری متغیرها رو تعریف میکنه که در واقع داره کار رو آسان‌تر میکنه، محاسبات رو پیچیدگیشو کم میکنه و در واقع به صورت بازگشتی به مرحله قبل ارتباطش میده. یعنی اگه با یه سری متغیر پیش رو به اسم اف کای آی داشته باشی، در واقع به حالت قبلش اف ال آی منهای 1، یعنی به مرحله قبلش ربط میده و همین شکل در واقع اینها رو ساده میکنه و به دست میاره. خب حرف از پیش رو میشه، قطعا پس رو هم داره، حالا توی فرمول هایی که در واقع الگوریتم هایی که توی یادگیری ماشین هستش. الگوریتم پیش، این الگوریتم های شروعی دارن که با اون مقدار شروع میشه و همونطور که گفتم بازگشتی حل میشه، اون فرم تیر مثلا حالت دوم همجوری بازگشتی حل میشه و جایی که خاتمه پیدا میکنه یه چنین جایی هستش. ببینید پی ایکس داشت یه سامیشنی رو جمع میبست دیگه، اون سامیشن رو در واقع داره ساده تر میکنه، از سمت چپ دنباله، هم دنباله که گفتم، خورد خورد با خودش جمع میکنه و میاره به همین راحتی. حالا فرمولا رو باید وقت بذاره آدم و مطالعه کنه. پس رو هم همین شکل، فقط این جمع رو داره از سمت راست دنباله جمع میزنه میاره. این هم حالا کاری هستش که حالا اینا خیلی فرمول ها و اثبات های بزرگی پشتش هست و این هم باز یک شروعی داره، یک روندی داره، آی منهای 1، یعنی داره هی به عقب دنباله برمیگه تا به ابتدای دنباله برسه و انتهای دنباله هم به این شکل پایان پیدا میکنه. اینا حالا مشکلات محاسباتی رو پس از طریق الگوریتم پیش رو و پس رو حل میکنی. میگم خروجیاشو میخوام نشون بدم بیشتر. مشکل یادگیری ها که همونطور که گفتم مشکل اوورفیتینگ که بود، توسط الگوریتم به اسم بامبش، میگم اینا رو به گوشتون بخوره، یادگیری یعنی پارامترها رو بخوایم برآورد کنیم از طریق الگوریتم بامبش استفاده میکنیم، که یه الگوریتمیه که تو مهندسی برق، علوبه رایانه، محاسبات آماری و بایوانفورماتیک از این الگوریتم استفاده میکنن. هر جا که وضعیت پنهانی وجود داشته باشه، صحبت از پنهان بودن، نامشخص بودن باشه و بخوایم پارامتر برآورد کنیم، از این الگوریتم استفاده میکنیم. این هم باز الگوریتمیه که مثلا من میخواستم اجراش کنم، کامپیوترم واقعا داغون میشه واقعا، به خاطر اینکه این باید خیلی بچرخه تا نقاط بهینه رو پیدا کنه و مثلا شاید اولش حالا من کدایی که مینوشتم یه ذره ضعیف‌تر بود، 2-3 روز طول میکشید تا این الگوریتم ران کنه، ولی خب به مرور خودم اینو هی دستکاریش میکنم و یه کاری میکنم که در واقع زمان کمتری ببره.
یعنی میگم الگوریتم واقعا پیچیده ای هست. اسم این الگوریتم در واقع این الگوریتم ها الگوریتم های ای ام هستن، یعنی هی میچرخه، هی اکسپکتیشن. ببینید اون چیزی که بهتون گفتم، همون که گفتم اوور فیتینگ داره که حالت میانگی طوری بود، این الگوریتم میاد اونو هی بهینه میکنه و این رو هی تکرار میکنه تا جایی که یعنی توی لوپی انگار میفته، هی اکسپکتیشن هی ماکسیمیشن، هی اکسپکتیشن هی ماکسیمیشن، تا بهترین پارامترها رو برای ما برآورد کنه. بعد ببینید اکسپکتیشنی که میگم تحت عنوان امید ریاضی ازش یاد میکنن، حالا تو علوم آماری و ریاضی و اینها، و ماکسیموم سازی هم که همون برآورد ماکسیموم درست نمایی هستش. خب ما باید به این الگوریتم همچی که میگم هی اکسپکتیشن ماکسیمیشن میکنه یه مقدار اولیه‌ای بدیم. حالا این مقدار اولیه رو تحت عنوان پارامتر اولیه میگن، یعنی یه چیزی بهش میدی این خودش هی میگرده و بهترین پارامترها رو پیدا میکنه، که باز دوباره این هم بهتون میگم که چجوری اصلا پارامتر اولیه بهش داریم و این فرایند تا رسیدن به همگرایی ادامه پیدا میکنه. یعنی انقدر پارامترها رو برآورد میکنه تا به جایی برسه که پارامتر اون مرحله با مرحله قبلش فرقی نکنه، یعنی اون پارامتر بفهمه که دیگه پارامتر نهایی. مرحله امید ریاضی باز یه سری که به امید ریاضی ای استپ هستش در واقع اسمش، یه سری پارامتر تعریف میکنه و باز دوباره میبینید متغیرهای فوروارد، متغیرهای پیشرو و پسرو توش ظاهر میشه که همون متغیرهایی که تعریف کردیم که محاسبات رو راحت‌تر میکنه، و این متغیرها در واقع اینان که هی آپدیت میشن. یعنی امید ریاضی حالا از این مرحله به دست میاد، میگم وقت نیست اینا رو باز کنم، وگرنه اینا خیلی خیلی هر کدومش یه دنیایی و خیلی طول میکشه بخوام هر کدومش رو باز کنم. فقط بدونید یه مرحله هست ای استپ هست که اون اکسپکتیشن انجام میشه درش، همون میانگین است یه جورایی، ولی در واقع بهینه تر جوابهای بهینه تری رو به ما میده. این ای استپش هست، این سه تا متغیر، و ام استپ هم در واقع میاد اون ماکسیموم سازی رو انجام میده و استار گذاشتم. چرا؟ چون پارامتر آپدیت شد. این الگوریتم ها آپدیت شدن و اینها تو یادگیری ماشین ها اینها خیلی مطرح هستش، یعنی پارامترها بهبود پیدا میکنن. پس مجموع پارامترهای ما که آیکا و آیکال و ایکا بی بود شد، یعنی به روز رسانی میشه و پارامتر بهتری رو به ما میده و اسمش میشه تتا استار، و این پارامترهای مرحله بعده. این دوتا مرحله که گفتم هی تکرار میشه، یعنی مرحله امسته و ای استپ که تو اسلاید قبل بود هی تکرار میشه تا این پارامتر رو پیدا کنید. یعنی نگاه کنید به این شکله، ای استپ امسته هی تکرار میشه، یعنی برنامه جوری تنظیم میکنید که این تکرار بشه تا به بهترین برآورد برسه. و اون پیه چی داره میگه؟ این داره میگه که مفهومش اینه، یعنی این که من تضمین میکنم که این فرمول هر مرحله پارامتراش بهتر از مرحله قبله. خب این یه چیز خیلی خوبیه که داره به ما میگه، یعنی حالا یک فرمولی پشتشه و اثبات میشه. و از نقاط مثبت دیگه این الگوریتم که الگوریتم بامبلش بود اسمش، کارا بودن این الگوریتم تو عمل خیلی خوب جواب به ما میده. و نکات منفیش اینه که ممکنه خیلی طول بکشه، همین که من گفتم ممکنه زمان طولانی رو برای همگرایی به ما بده. و نکته اولم میگم که ممکنه تتاحت ML رو، یعنی ماکسیموم لایکلیهود رو نده و ممکنه تو ماکسیموم موضعی بیفته. حالا اینا مفاهیم بیشتر لرنینگی هست. میریم که به خروجی ها برسیم سریع تر. خب پارامترها رو برآورد کردیم و پارامترها رو برآورد کردیم، مشکلات ارزیابی رو هم بررسی کردیم. حالا مشکل اون پیشگویی که از اول داریم در باره صحبت میکنیم، پیشگویی یا رمزگشایی. حالا رمزگشایی میگن چرا؟ چون به ازای هر اسید آمینه به ما میخواد یه دونه رمزگشایی کنه بگه ساختمان دومش چیه، بهش میگن رمزگشایی به خاطر این. و هدف محتمل ترین مسیر پیدا کنیم، یعنی پیستا، که حالا باز این الگوریتمی که توی پیشگویی ازش استفاده میشه، یعنی شما اگه HMM رو سرچ کنید بخواید استفاده کنید ازش، الگوریتم ویتربی رو حتما میاره، چون یکی از الگوریتمایی که استفاده شده در این حوزه
و حالا این هم یک سری فرمول هایی داره، طبق معمول یه جوری شروع میشه، یه جوری حالت مثل حالت دوم ادامه پیدا میکنه به صورت بازگشتی و در نهایت یه جایی خاتمه پیدا میکنه. کلا الگوریتم یه جا شروع میشه، ادامه پیدا میکنه به صورت بازگشتی و خاتمه پیدا میکنه و حالا به این شکل به دست میاد. اینو خیلی وقت نمیذاریم و در نهایت دونه دونه به این رمزگشایی به حالا اصطلاحش دیکودینگ هم هست. این دیکودینگایی که انجام شد و در کنار هم قرار میدن و میشه ساختمان دومی که پیشگویی کرده. خب مجموعه دیتامون چیه؟ داده های من، داده هایی که انتخاب کردم زیر مجموعه، ببینید داده ها آسترال 1.65 یک مجموعه داده ای هستش که حدود فکر میکنم 10,000 تا رشته و توالی توش هستش که از این 10,000 تا حالا میگم سلکت کردنش خیلی کار مشکلیه. من 75 تا داده رو انتخاب کردم، 75 تا رشته، یعنی 75 تا دنباله انتخاب کردم و که دنباله هایی که هم ساختمان اولشون مشخص بود هم ساختمان دومشون. من میخوام اینا یاد بگیرم چون یادگیری ماشین رو در واقع جروش اعمال کنم که داده هایی که بود هم مربوط به پروتئین های انسانی بودش، هم حالا غیر انسانی، حالا حتی باکتریایی و این هم بودش. یعنی مهم نیستش که صرفا چه کاتگوری باشه، فقط همون از یک فامیلی خاصی باشه. بعد این ساختارها توسط بلورگاری اشعه ایکس و اینها مفاهیم زیستیه یا از طریق روش NMR به دست اومدن. از طریق این دوتا روش به دست اومدن و بیشترین طول دنباله من 862 بود و کمترین طول من 32 بود. یعنی حالا دنباله هایی بودن که بیشتر از 1,000-2,000 تا بودن، ولی من باز سعی کردم اینو یه جوری چون تعداد داده ها محدود بود یه ذره اینو جمع و جوروش و سرفته ترش کردم که تو کار من مثلا خلل ایجاد نکنه. همون 862 هم خیلی حالا دقت پیشگویی خوبی به من نداد، بعد روی اینا یه ذره کار کرد. مثلا میتونیم یکی از جاهای پیشرفتی که این داره، میتونیم مثلا داده هایی که زیر 100 رو فقط سلکت کنی، یا خیلی خیلی کار ابتکاری دیگه میشه انجام داد، ولی خب وقت گیره، زمان بره. پس 4 نوع ساختمان دوم هم داشتیم که H و S و T و X بود و 20 نوع مشاهده که دوباره گفتیم، اینا رو دوباره میارم که یادمون نره تو چه فضایی بودیم. یعنی میخوایم از این به اون 4 تا، یعنی به اون 4، یعنی کلاسیفایرامون در واقع H و S و T و X هست، یعنی اون چیزایی که طبقاتمون اونه که ما میخوایم هر کدوم از اینا رو به اون طبقات ارجاع بدیم. ببینید حالا یه ذره کاربردی تر اون فرمولا در بیاییم. ببینید یک نمونه از توالی آموزشیمون، این الان یک نمونه که من از PDB گرفتم. حالا پروتئین دیتا بانک برید، یعنی در واقع چه این چیزی رو میبینید. اسم فرمت این کار چی بود؟ فستا. این شکلی هستش که اسم جا فستا درست چون بعد برای خوندن داده ها از پس استفاده کنم. اسم اینجوریه که با اون این فلشه اسم داده رو میده، کدش. مثلا این کدش هست WAN DOW، یعنی شما الان WAN DOW رو یه قسمت سرچ داره، WAN DOW رو سرچ کنید دیگه همه چیه اون توالی رو میاره، مال چه آدمیه، چه سالی گرفته شده، مال آدم هستن، مال حیوان، مال باکتری، مال هر چی که هست، با تمام جزئیات میاره و میگه که حالا با توی چه دمایی تو آزمایشگاه در واقع این ساختمان دوم رو بهمون داده و همه چیشو. و حالا میگه اون سکوئنس، اون نشون دهنده چین ای و اینها، حالا کاری نداریم. از خط بعدی شروع میشه و اسیدهای آمینه رو، یعنی ترتیب اسیدهای آمینه رو میگه که همون 20 نوع اسید آمینه این شکلی کنار هم حالا مثلا قرار گرفتن. این فکر کنم طولش نمیدونم 100 خورده 200 خورده بود. و حالا اون بولت بعدی رو که ببینید WAN DO سک استراکچر، یعنی سکندری استراکچر، یعنی ساختمان دوم. پس سکوئنس نشون دهنده ساختمان اول است و سکندری استراکچر نشون دهنده ساختمان دوم است. ما از این داده هایی که ساختمان اول و دومشون مشخصه قرار تحت عنوان مجموعه داده آموزشی ازش استفاده کنیم و ازش یاد بگیریم که اگر به ما یک سکونسی دادن بتونیم بگیم آقا با این دقت من این پیشگویی رو میکنم، میگم اینه اچه 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 فلان، پیشگویی رو میخوایم انجام بدیم. پس از این مجموعه داده ساختمان دوم
بله پیچشیه که اون بله بله از چی؟ خب ببین میدونی چی کار ما داری میکنی؟ ما الان از اینایی که آماده هست از اینا چیزیه که واقعا وجود داره، یعنی اینو بردن توی دماهایی که حالا توی آزمایشگاه اینو بهش رسیدن که این اینجوریه، اینجوری پیچش خورده و اینا. ببینید اصلا مفهوم یادگیری ماشین همینه، یعنی ما از این داده ها یاد میگیریم، ما نمیبینیم چیزیو، ما الان از یه سری ست های آماده ای که تو این سایت ها هست یاد میگیریم. شما این اچ و اینایی که میگید و در واقع همه اینو تو آزمایشگاه انجام میشه دیگه، ولی هزینه بر و زمان بره. بله خب الان بهت میگم یه خالی داریم، اسپیس داریم. خب اسپیس رو حالا تو پروسه دیتا با اینجوری تعریف کرده که نمیدونیم چیه، یعنی میگه با حتی تو آزمایشگاه ما نتونستیم بفهمیم چه ساختاری داره. اسپیس میذارم، جا خالی میذارم که حالا ما باز تبدیل میکنیم اینو میکنیمش ایکس، حالا کاری ندارم. تی ترنه، حالا یعنی حالتی که نه شیته نه هلیکسه. هلیکس کلا یعنی مارپیچ دیگه، کلمه هلیکس یعنی اچ هم همه هلیکس هم. یعنی این همه هلیکس، حالا شکلش هم بهتون نشون میدم، فکر کنم این داده رو شکلش رو دارم، اصلا ببینید به وضوح همه بیشتر جاش مارپیچه، یه چنین شکلیه. و خب شاید این سوال براتون پیش بیاد که خب وقتی تو آزمایشگاه انجام میشه برای چی ما باید پیشگویی انجام بدیم، یعنی چرا باید از اون میل برسیم؟ خب ببینید، مثلا من یه خانواده ای رو دیدم که 100 هزار تا بود، 100 هزار تا توالی داشت، که 100 هزار تا توالی اسید آمینه داشت، فقط چیزی حدود 100 تا دونش تو آزمایشگاه انجام شده بود، چون یعنی 100 تا دونش سکندری استراکچر داشت. یعنی ما باید دونه دونه اینا یاد بگیریم، یعنی انقدر سخت به دست میاد و هزینه بر و زمان بر، خیلی زمان بره، پرسه زمان بریه. یعنی الان فکر میکنم تازه این همه سال گذشته 150 هزار تا کلن ساختمانش مشخص شد. و این خب مثلا اگه ما بگیم که حالا شاید مثلا این بهت بگه که تو آزمایشگاه با 100% بگه که اینه ساختمان دو باشه، ولی حالا ما الگوریتم طراحی میکنیم که تو ظرف چند ثانیه بهت بگه با احتمال 60% اینه. حالا شاید احتمالش کم باشه، ولی خب بهتر از در واقع چی. بعد ساختمانمون H و S و T و X بود که مثلا اون ترانسفورمیشنی که ازش صحبت کردیم تو اسلاید اولیه اینجا هستش، که مثلا توی پروتئین دیتا بانک ساختارها رو دیتیل های بیشتری بهش دادن، یعنی مثلا H و I و G و H در نظر گرفتن، یعنی پیچیده ترش گرفتن، یعنی 4 تا ساختمونی که ما داریم و اون مثلا ساختمون های بیشتری در نظر گرفته، که دیگه در واقع تو کلاسیفیکیشن دیگه بیشتر از 4-5 تا نباید چیز باشه، گروه باشه که ما بخواییم بهش ارجاع بدیم، یعنی دیگه معنی نداره. به همین دلیل ما 7 ساختمانی که وجود داشت رو این شکلی تبدیل کردیم. پارامترها رو حالا طی اون الگوریتمی که بهتون گفتم بانوش، پارامترها رو برآورد کردیم، پارامترهای اولیه رو به این شکل برآورد کردیم که اون احتمالاتی که تو جدول می‌بینی داره چی رو میگه؟ داره میگه چقدر از x به x میره، مثلا 51% در واقع از x داره به x میره، یعنی از وضعیت ناشناخته به ناشناخته داره میره. و حالا همین شکلی که جمع هر سطر باید یک باشه دیگه، چون که x یا به x میره یا به s میره یا به t میره یا به h میره، خارج از این حالت که نیستش. جمع اینا یکه، یعنی احتمالات تعدادش رو به دست میاری و احتمالات رو به دست میاد و احتمالات انتشار هم به دست میاد. احتمال انتشار هم یعنی چی؟ یعنی چقدر احتمال داره که وضعیت x اسید آمینه آ رو انتشار بده، وضعیت اس اسید آمینه حالا همین شکلی، یعنی یک جدول 20 در 4 که همون 80 تا پارامتری که ازش صحبت می‌کردیم اینجا برآورد شده. 80 تا پارامتر آره اونجا.
این پارامترها رو ما گفتیم یه پارامتر اولیه میخوایم بدیم دیگه. این پارامتر اولیه رو میدیم. ببینید من 75 تا من اینجوری عمل کردم. کراس ولیدیشن رو شنیدی؟ شما شنیدی؟ برای اینکه بخوام ببینم چقدر الگوریتم من داره خوب کار میکنه این کار رو ازش استفاده کردم. حالا بهتون میگم چیکار کردم. من 75 تا داده دارم دیگه. یکیشو میذارم کنار. این اسمش leave one out cross validation. یعنی یه دونه رو میذاری کنار. از 74 تا دیگه یاد میگیری این روابطش رو. روی یه دونه تست میکنی. دوباره. دومی رو میذاری تست، از بقیه داده ها یاد میگیری، روابطش رو میای ببینی چه جوریه و اینها، و روی یه دونه تست میکنی ببینی آیا الگوریتم داره خوب کار میکنه یا نه، و به همین شکل ادامه پیدا میکنه. این پارامترهایی که حالا به دست اومد ازش میگذریم. این چی رو داره میگه؟ این که 100، یعنی توی مجموعه داده های من همه دنباله هام با وضعیت X شروع شده، یعنی احتمالش 1. این به دست اومد. ببینید اینجا معلومه. ببینید من 74 تا داده یاد گرفتم، یه دونه داده رو گذاشتم کنار به اسم 1AFR. این داده تستمه، من گذاشتم تستم و کنار، از اونا یاد گرفتم و الگوریتمم رو روی این پیاده کردم. خب یه سری پارامترها یعنی از اونا به دست آوردم و الگوریتمم رو روی این داده 1AFR پیاده کردم، که حالا باز اگه این رو سرچ کنید تو PDB همه چیشو میاره، به علاوه این شکلی که اینجا میبینید. ببینید طول داده هم 345، نسبتا زیاد هم هست دیگه. حالا خروجی که من گرفتم، حالا برنامه‌ای که نوشتم اینجوری به من داد. نگاه کنید این ساختمان دومیه که با الگوریتم من به هم داده، یعنی گفته X بیشترش هم باز H بود، همونجور که میبینید تو شکلم مشخصه. اچ ها همه ایناست، مثلا اینجاها باز دوباره یه چیزه، ولی اچ در کل خیلی اچ زیاد داشت این حالا دنباله خاص. میگم 345 تا بود، من یه تیکش رو آوردم چون خیلی طولانی بود. این اونیه که من پیشگویی کردم با استفاده از حالا از الگوریتم بیتربی، که اینا رو میتونید هر سرچ کنید الگوریتم ها رو جزئیاتش رو ببینید. تو یوتیوب هم کلیپ هایی هستش که کامل اینا رو توضیح میده، و این توالی هستش که واقعا از روش آزمایشگاهی به دست اومده. یعنی شما میتونید یه مقایسه بکنید ببینید آزمایشگاه چی به دست آورده و ویتربی چی به دست آورده. این تست و ترینی که میگم اینه، تستی که در واقع داری کراس ولیدیشن میکنی اینه، که میای ببینی چقدر درست داره الگوریتمت کار میکنه. که مثلا این به من یک دقت 51.6% حالا حدودا داد، که یعنی بیشترش رو درست پیشگویی کرد، که حالا شکل سبودیش هم این شکلیه و اینا رو همه رو از پروتئین دیتا بانک میشه به دست آورد. خب من اومدم پس دونه دونه چیکار کردم؟ این الگوریتم ها رو دونه دونه یکیشو گذاشتم کنار اینها، و از تمام یعنی من از یکی رو که گذاشتم تست بقیه رو یاد گرفتم. این یه میانگینی به من داد، یه درصدی داد، 50%، هر چقدر اینها رو میانگین گرفتم، به من دقت 58.21% داد، که حالا شاید بگیم کمه و آدم انتظار بیشتری داره با الگوریتم هایی که پیاده کرده، ولی اونها الگوریتم هایی بودن که یه ذره ابتدایی تر بودن. یه سری الگوریتم های نوینی ارائه میدیم که حالا توی این مقاله مرجع در واقع که فرستادم این روش ها رو ارائه داده، میاد اون مشکلاتی که گفتیم الگوریتم ویتربی رو که برای رمزگشایی با استفاده از احتمال پسین بهش میپردازه، و اون مشکل برآورده پارامترها رو از طریق قانون لاپلاس، که حالا خیلی اینا رو جزئیاتش نمیگم، بیشتر دوست دارم خروجی ها رو ببینید. قانون لاپلاس میدونید میاد چی کار میکنه؟ این جالبه شاید بدونید. ببینید یه سری از انتقالات شاید وجود نداشته باشه. من 75 تا داده گرفتم، شاید اصلا هیچ جای این من از وضعیت S به S نرسم، از ساختمان دوم S به S یا H به H نرسم. خب این نشون دهنده این نیست که واقعا تو دنیای واقعی وجود نداره، این نشون دهنده اینه که توی داده های من صرفا وجود نداره. خب این باعث میشه که مثلا یهو یه صفر بیاد توی چیز، مثلا X به S هم بشه صفر. خب این به هم میزنه محاسبات من رو، برای همین یه مقداری که بهش میگن سودو کانت یا شبه مقدار
با آر کائل نشون میدم، یه چه مقداری رو اضافه میکنم به در واقع تعدادام. یعنی انگار اینجوریه که بگم به ازای هر یه صفری که وجود داره، مثلا بگم SPS صفره، من میگم نه یه دونه بهش اضافه میکنم، انگار یه دونه هست و به همه اون انتقالا یه دونه اضافه میکنم. الان بهتون میگم چجوری میشه. به همین شکل توی احتمال انتشارم اتفاق میفته اینا، این سودو کانتا اینجا و تو جمعشون هم قطعا تاثیر میذاره دیگه. حالا اینو جلوتر خروجیش رو بهتون نشون میدم. قانون لاپلاس هم همینجوری که گفتم اینجا فرمولاش هست، گفتم به تعداد رو اصلاح میکنی، به ازای هر صفر همینه که بهتون گفتم یه یک اضافه میکنی، یعنی هر صفر که دیدی یه یک اضافه میکنی بهش رو میذاری توش و در غیر این صورت همون رو میذاری. یه چیز دیگه هم بگم، صرفا میتونه یک نباشه، باز این هم جایی هستش که میشه پیشرفت داد. مثلا یک نذاری، بگی که به ازای مثلا هر صفری که میبینم یه سری جاها دو بذارم. حالا میگم منطق داره پشتش، همینجوری نباید چیز کرد، ولی میگم اون یک صرفا من کاری کردم که مقاله کرده، ولی اینجای پیشرفت داره یا حتی میشه یه احتمالی از اون یک رو داد. و در نهایت هم تقسیم بر تعداد کل میکنی که در واقع نورمال سازی. ببینید در واقع این شکلی میشه. ببینید مثلا من الان x به s ندارم، درسته؟ x به s هم صفره. من میام چیکار میکنم؟ حالا این کاری که اینجا کرده یه یک اضافه کرده و به هر سطر یه یک اضافه کرده. یعنی من میگم آقا من وقتی x به s ندارم یه یک اضافه میکنم به یعنی انگار x به s یه دونه دارم، x به x هم یه دونه دارم، x به t هم یه دونه دارم، یعنی همه اونها یه دونه اضافه میشه و در مجموع به مجموع سطر، حالا سطری که صفر وجود داره چهار تا اضافه میشه. بله بله دیگه، مجموع همه کارام با اون مجموعه داده های آموزشی بوده، اونایی که توی آزمایشگاه به دست اومده داریم از اونا استفاده میکنیم دیگه برای آیندگان و اینا. بعد برای احتمال انتشار هم همینطور، یعنی ما یه دونه حواسمون به مدلمون باشه، یه دونه مارکوف داریم که اینجوری زنجیره وار به هم متصله، یه دونه هم همجوری انتشار داریم که این رو هم باز اصلاح میکنیم و به همین شکل یه دونه میدیم. حالا الان بهتون تو شکل نشون میدم، به این شکل نگاه کنید. الان اینجا به ما داره میگه که ساختار دومی وجود نداره که x باشه و مشاهده c رو بده. خب ما میگیم نه، ما این رو اصلاح میکنیم. چرا؟ چون اوورفیتینگ داره و جواب خوبی به ما نمیده، صرفا تو توی این رشتت نمیبینی اونو. این به این معنی نیست که واقعا x به c اصلا وجود نداره تو عالم هستی، وجود داره، چون تو دادت وجود نداره داری یه نتیجه میگیری که اون صفره و خراب میکنه کارو دیگه. و اینجا به این شکل نگاه کنید، به ستون xمون یه یک اضافه میکنی به تک تک عناصرش و 20 تا به ستون اول اضافه میشه، همین شکلی اصلاح پیدا میکنه و احتمالات به دست میاد. پارامترهای مدلمون این شکلی برآورد شدن. آره، جمع هر ستونمونم یکه، یعنی قطعا xمون یا به a میره یا به c میره و همینطور تا ایگه. جمع هر ستونمونم یکه، این احتمالات برآورد میشه و میگم این یه دونه ای که گذاشتیم تست هیچی، این 74 تا رو باز میانگین میگیریم از اون احتمال، دونه دونه ای رشته ها رو که چیز کردیم برآورد کردیم ازش یه میانگین میگیریم و باز میگم میانگین هم میتونی نگیریم، میتونی خیلی کارهای دیگه بکنی. خیلی اینجوری قابل پیشرفت هستش. و احتمالات این قسمت احتمال اولیه که هیچ تغییری نمیکنه، فقط احتمال انتقال که بالا هست و احتمال انتشار بهبود پیدا میکنه و پارامترها به این شکل در میان. پارامترامون پس حل شدن. حالا روش جدیدی که داریم روش احتمال پسینه. احتمال پسین، ببینید اون روش ویتربی که حالا فرمولشو خیلی باز نکردیم، میومد به طور کلی most probable path رو میداد، یعنی محتمل ترین مسیر رو یهویی بهت میداد، حالا از طریق کارهایی که انجام میشد توی الگوریتمش. ولی بس احتمال پسین میاد دونه دونه دیکود میکنه، دونه دونه میاد میگه این اسید آمینه این ساختمان دوم رو داره و به همین شکل رمزگشایی انجام میشه. این فرمول احتمال پسین هستش. ما ببینیم چقدر احتمال داره به شرط داشتن مشاهدات X
وضعیت آیوم کا باشه. این فرمول ساده میشه که حالا باز اثبات داره و به این شکل در میاد و آرگ مکس و آرگ چیز اون پارامتری که این احتمال رو ماکسیموم کرده به عنوان ساختمان دوم در نظر گرفته میشه و این پی استاری که اینجا هست در واقع پی 1 پی 2 پی 3 پی 4 اینا همه کنار هم قرار میدیم. ببینید دوباره الان یه شکل دیگه داده تستیه که کوچیک‌تره طولش 40. خب بگم در عالم واقعیت این شکلیه، طولش 40 و ما میخوایم ساختمان دومش رو پیشگویی کنیم، یعنی این ساختمان دوم رو داره. توی آزمایشگاه به ما گفتن که ته روش NMR روشی که حالا انجام میشه تو آزمایشگاه ها و همونطور که میبینید، ببینید توالی اسیدهای آمینه که حروف انگلیسی 20 حروف انگلیسی هستن در ردیف اول و سوم مشاهده میکنید و توالی ساختمان دوم در ردیف دوم و چهارم که همون X و S و T و H هستن. بله ببینید به این راحتی نمیتونید بگیدا، یعنی این شکل باید بچرخه ببینید اصلا سرش کجاست، چون ما الان داریم میچرخه ولی نمیدونید سرش کجاست که آره. آره 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 این شکلیه، دقیقا همین شکلی که میبینید اون بار پیچ ها در واقع هلیکس هن و جاهایی که حالا به صورت موازی اینجوری کنار هم قرار گرفته. شکل اول رو اگه با دقت باز حالا بعدا نگاه کنید قشنگ کاملا مشخصه اونا این شکلی هستن و یه سری جاها هم که مشخص نیست ایکسه. خب چی شد الان؟ پس اون اسیدهای آمینمون هستن، اونم این اسیدهای آمینمون یک و سه هستن، ردیف یک و سه هستن، توالی اسید ساختمان دوم اونم ردیف دو و چهار هستن که اینجا باید یه چیزی داشته باشه. الان بهتون میگم نه این اون نیست، این چیزیه که داده آموزشیمونه تو رو توی هر دو نیست اون ادامه شه ها. آره ادامه اونه چون طولش زیاد بود، این 40 20شو بالاه 20ش ادامهش پایین. آره بعد شاید جا نشده من بعد کشیده بود. حالا الان بهتون میگم چه جوری شد. ببینید احتمال پس اینا اینجوری پیشگویی اصلا ببینیم چه جوری انجام میشه. الان به مقایسه هم میرسید، اینجوری انجام میشه که ببینید وضعیت دیمون رو میخوایم ببینیم چجوری کدوم ساختمان دوم رو داره. یا فرمول احتمال پسین رو باز نکردم، شاید براتون مبهم باشه ولی اون فرمولا داشت این رو میگفت. یه سری احتمالات داریم اینجا دیگه که اسمش احتمالات پسینه و از سری فرمول به دست اومده، ولی اینکه بخوایم ببینیم در واقع دیکودینگ رو انجام بدیم چه شکلی هست، این شکلیه که مشاهده دی رو الان ما میبینیم. کدوم یکی از اون ساختمان دوم ها بیشتر از همه است؟ خب اینکه چون سر دنباله است با احتمال یک میگه ایکسه، ایچ پس پیشگویی ما ایکسه، این که پیشگویی انجام داریم که مشخص. ردیف بعدی مشاهده پی هستش، میایم میبینیم کدوم یک احتمال پسینش بیشتره، کدوم بیشتره؟ ایکسه باز توی ردیف دوم. توی ردیف سوم که امه باز دوباره کدوم احتمالش بیشتره؟ X. به همین شکل احتمال پسیمون ماکسیموما، آرگ ماکسیموما اونایی که داشتیم در واقع اینجا داره ظاهر میشه به صورت عملی، یعنی ماکسیموم احتمالا رو پیدا میکنیم بعد میبینیم کدوم آرگومانه، کدوم وضعیته که اون احتمال ماکسیموم رو داده. اینجا مثلا H داده و به همین شکلی این عمل رو بهش میگن دیکودینگ، در واقع دیکودینگ توسط احتمال پسین دیکودینگ انجام میشه و از کنار هم قرار دادن اینها الان نتیجه کارمون رو داریم میبینیم دیگه. بر اساس احتمال پسین که یعنی کاری که ما انجام دادیم ردیفای اوله، باز اشتباه نکنیم این ادامه شه، خب ردیفای اولش اونیه که ما پیشگویی کردیم، ردیف دوما اونایی هن که آزمایشگاهی پیشگویی کرده. نگار اینجا نگاه کن، اینجا قسمت مهمه، احتمال پسینه‌ایه که وجود چیز ما پیشگویی کردیم، اینم از طریق آزمایشگاه که اگه مقایسه کنید ببینید خیلی جاها مشترکه دیگه. آره دیگه اینجوری من اینجوری دورش خط کشیدم جاهایی که ببین مثلا ایکس
ما پیشگویی کردیم و در عالم واقعیت تو عالم توی روش آزمایشگاهی چی پیشگویی کردیم، اون سومی رو دارم میگم. خب این مثلا خوب نیست دیگه، باید تا اونجایی که میشه اونایی که غلط پیشگویی شده رو یه جوری ایرادش رو بفهمیم و درست کنیم، که حالا باز کار آسونی نیست. خب توی این الان طول 40 بود، 24 تا از 40 تا رو خوب پیشگویی کرد. تو حوزه بایوانفورماتیک به طور کلی بالای 50% اگه خوب پیشگویی بشه اوکیه، یعنی اوکیه بهت میدن، چون خیلی خیلی حوزه پیچیده‌ایه. شاید مثلا تو همین تشخیص گفتار، تشخیص دست نوشته که ازش صحبت کردیم، باید بالای 80-90% باشه، ولی تو این حوزه کفایت میکنه و حتی 1-0.5% بره بالاتر چاپ میشه و یه جایی خیلی خوبم مقاله چاپ میشه و تمام تلاشمون این هستش که این درصد رو ببریم بالا. ولی تو مارکوف پنهان خیلی حالا یه چیز 80-90% به ما نمیده، باید بذاریش توی یه سری الگوریتم های جدید تر. این مثلا 60% شد دیگه. خب پس ما دونه دونه همین یه دونه رو گشتیم تست بقیه یاد گرفتیم، یه دونه رو گشتیم تست بقیه یاد گرفتیم، این دقت ها رو بهمون داد، یعنی 75 تا دقت داد، دقت پیشگویی داد، یعنی به ازای هر یه دونه رو، یعنی هر یه دونه از رشته هامون یه بار تست شدن دیگه، این دقت ها رو داد. ببینید دقت 88% هم داریم، یعنی خوب فیت میشه، ولی در کل با طولای مختلف و ببین مثلا 45% هم خوب داریم که بده دیگه، ولی در کل اگه بخوایم میانگین بگیریم ازش دقت 63.19% داد، که مثلا این دقت، حالا من میگم مقالم داده دیگه ای رو انتخاب کرده بود، ولی در کل این دقت دقت خوبیه، یعنی که داره کار انجام میشه، داره پیشگویی انجام میشه و درست پیشگویی میشه. و حالا یه مقایسه نتیجه گیری هم به عنوان صفحه آخر هستش که من میگم LOOV یعنی Leave One Out Cross Validation، همین که بهتون گفتم یه دونه رو میذاریم کنار، اینا کل اسم اونه دیگه، مخففه اونه. و این کاری که ما انجام میدیم، یعنی پیشگوییمون رو بر اساس احتمال پسین انجام دادیم و از قانون لاپلاس استفاده کردیم برای برآورد پارامترها، این دقت رو به ما داد. حالت بعدی، حالتی که خیلی کلاسیکه و تو چیزای دیگه توی مقالات قدیمی تر انجام میشه، میاد از الگوریتم بامبش استفاده میکنه برای برآورد پارامترها و پیاده سازی الگوریتم ویتربی برای پیشگویی. یعنی ما باید اون الگوریتمی که برآورد میکنه پارامترها رو و الگوریتمی که پیشگویی میکنه ساختمان دومو دستکاری کنیم که این در واقع این دقت پیشگویی بالا پایین بشه. مثلا این دقت اگه یادتون باشه به اون دقت 58% داد به طور میانگین، و حالا من 3 و 4 خودم تلفیقی انجام دادم، یعنی اومدم گفتم فرض میکنم که پیشگوییم رو مثلا احتمال پسین انجام بده، این دوتا رو با هم تلفیق کردم 1 و 2، یعنی کلاسیکو با این جدیده که مثلا مقاله انجام داده، این مثلا 56 و 64 داد، حالا خیلی بهتر نداد. و 4 اومدم لاپلاس برای برآورد پارامتر استفاده کردم و ویتری برای پیشگویی که این مثلا 60% داد، یعنی بهتر از روش قد روش دو که روش کلاسیک مطلق بود مثلا داد. ولی در کل همونجوری که میبینید، همونجوری که در واقع تو مقاله هم بهش اشاره میکرد، همون روش اول که میگفت این روش بهترین روشه و بهتر از این حالا نبوده نسبت به روش های سنتی و اینها، همون روش اول هست و دقت بهتری رو میده. نباشید.